فراماسونری، انجمن روتاری، انجمن لاتیز و سازمان آیپک از مهمترین فرقه ها و تشکیلاتی هستند که توسط یهودی های افراطی پایه‌گذاری شدند یا توسط آنها حمایت می شوند. جمعیت یهودیان آمریکا حدود 6 میلیون نفر است که کمتر از 2% کل جمعیت این کشور را تشکیل می دهد. اما برخی از یهودیان با نفوذترین اشخاص و گروه های تاثیرگذار در سیاست خارجی دولت آمریکا هستند. از میان 281 سازمان یهودی و 250 اتحادیه منطقه‌ای، یکی از مهمترین لابی‌های یهودیان در آمریکا، کمیته امور عمومی آمریکا و رژیم صهیونیستی موسوم به آیپک می‌باشد که از همان بعد به تأسیس هدف خود را تلاش برای تصویب قوانینی در جهت حمایت از رژیم صهیونیستی اعلام کرده است. این کمیته در سال 1951 تأسیس شد و هماکنون بیش از 100 هزار عضو دارد. نفوذ در سازمان‌های تصمیم‌گیری آمریکا، جلب نظر افکار عمومی جهت حمایت از رژیم صهیونیستی، تربیت نسل آینده‌ای از حامیان رژیم صهیونیستی، حمایت همه جانبه مادی و معنوی از رژیم صهیونیستی در مقابل تهدیدات و حمایت از به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از مهمترین اهداف آیپک است. این سازمان هر سال میلیون ها دلار برای نفوذ در سیاست های دولتی و قانونگذاری آمریکا هزینه می کند. با این همه یک نیروی قدرتمند با زیاده خواهی صهیونیست ها مقابله می کند. نیرویی که از نظر منابع مالی و قدرت نظامی قابل مقایسه با صهیونیست ها نیست. این نیروی قدرتمند همان همبستگی و اتحاد مسلمانان است.